بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت محصلین و دکتر صاحبای عزیز. بلکچر اشتم اردیدینسی ما خوش آمدین که بازم من دکتر ولی محمد همدرد در خدمت شما هستم. البته در هفته قبلی در مورد اوکلوژن و مال اوکلوژن ما لکچر خود آغاز کرده بودیم که تا به کلاسفیکیشن انگل ما خوانده بودیم که امروز دی لکچر ادامه اوکلوژن و مال اوکلوژن ما شما ادامه میدیم. البته یک مرور کوتاه به درس قبلی خود میکنیم. ما در هفته قبلی در مورد کلاسفیکیشن انگل بحث کرده بودیم که انگل به صورت عموم بر ما چهار کلاسفیکیشن داشت. البته کلاس نرمال بود، کلاس اول بود، کلاس دوم بود، کلاس سوم بود که البته ای خوبترین و آسانترین نوع کلاسفیکیشن است که ما بسیار زود با یک بار مطالعه کردن ایره یاد می گرفتیم و سهولت های زیاد داشت. اما با وجود تمام خوبی های این کلاسفیکیشن یک تعداد نقاط ضعف هم داره که امروز ما شما او را مورد بحث قرار میدیم که البته نقاط ضعف کلاسفیکیشن انگل است. نقطه اول ضعف کلاسفیکیشن انگلی بود که این تنها کلاسفیکیشن در بود قدامی و خلفی در نظر گرفته، اما در بود عمودی و افقی اصلا این کلاسفیکیشن بر ما چیز را تعیین کرده نمیتونه. در بود قدامی خلفی یعنی به این مانا که یا مگزیلا پیش برآمده است یا منجیبولا پیش برآمده است، خلاص نظر بین می بود و قدامی خلفی بر ما مشکلات تعیین کرده میتونه. اما ای که از نظر افقی که دندانا در کراس می باشه و یا ای که از نظر عمودی دیپ بایت است و اوپن بایت است، یا رو بر ما زیاد تثبیت کرده نمیتونه. ضعف دوم این کلاسیفیکیشنی بود که یا مولر اول دائمی را یک نقطه ثابت در جمجمه گفته که در حال که به این شکل نیست. مثلا بعضی مریض ها پیش ما مراجعه میکنه که مولر های اولش ای اکسترکشن کرده یا کشیده. بنان در دم موجودت مولر کلاسیفیکیشن انگل یعنی ایچ است، ما از او استفاده کرده نمیتونیم. سوم زمان که مولر اول دائمی نباشه یا کشیده شده باشه که اینن مثل شماره دوم ما آره، اگر مریض احیانا پیش ما مراجعه میکنه هر چهار دندانای مولر خود اکسترکشن کرده. بنان ما به هیچ وجه از کلاسفیکیشن انگل استفاده کرده نمیتونیم که این شامل کدام کلاس میشه. چهارم در زمان دندانای شیری این تثبیت بندی عملی نیست، چون بعض حالت ها ممکن هنوز گرچه مولرای اول در سن 6 سالگی بسیار زود خروج میکنه، اما بعض حالت ها ممکن ما بازم کلاسفیکیشن ها رو تعیین کردن نتونیم. پنج در تصمیم بندی تفاوت بین مالوکلوژن های اسکلیتی و دندانی رو به ما مشخص کردن نمیتونه که شما فعلا مالوکلوژن های اسکلیتی و دندانی رو در درس‌های قبلی ما مطالعه کردیم و میفهمین. شش در این سیستم ایتیولوژی یا عامل مالوکلوژن ما شما مشخص کردن نمیتونیم که در حقیقت عامل اساسی از این چی است. و هفت بالاخره مالپوزیشن یا عدم موقعیت درست دندان ها به صورت انفرادی توسط تصنیب بندی انگل تشریح نشده. مثلا یک دندان اگر روتیشن داره، اگر یک دندان این است، اوت است یا به هر شکل که است، ایره بر ما شما درست تشریح و توضیح داده نتونسته. بنان ای افت نقاط ضعف کلاسفیکیشن انگل است با وجود تمام خوبی هایی که ما شما قبلا مطالعه کردید. دیویز مودیفیکیشن آف انگل کلاسفیکیشن که ای دیوی یک عالم بود که تصمیم بندی انگل به حساب رد ساخت و ایره طور کلاس بندی کرده که یک کلاس اول ساخته که یکی هم کلاس سه، یعنی در کلاس یک به پنج شکل تقسیم کرده و کلاس سه هم به سه شکل که در مجموع یعنی در تصمیم بندیش دو کلاس عمومی داشته، کلاس اول و کلاس سه. در کلاس اولش باز پنج بخش دیگه را جای داد و در کلاس سه هم سه بخش. حالا ما شما مطالعه میکنیم. میایم در دیویس کلاسفیکیشن که گفتیم در کلاس اولی پنج تایپ رو معرفی گرفت. تایپ اولش کلاس اول مالوکلوژن با کراودینگ های دندانی است. کراودینگ شما میفهمین یعنی بیروبار دندانی، یعنی در صورت که دندان ها تعدادش زیاد باشه و قوس کوچک باشه یا مجبور است که با حالت یک گدودی و بینظمی قرار بگیره که به نام کراودینگ یاد میکنه. تایپ دویش کلاس اول مالوکلوژن با دندان های قدامی علوی پیش برآمده است، یعنی پروتروسیف مکزیلری اینسیزرا. اینسیزرا از موقعیت نرمالش که باید تا حدود 3 الی 4 میلی پوشش به تمندیبولا را، اما ای بیش از حد زیاد می باشه. به اصطلاح یامیانه
این مریض ها کاملا دندانی می باشد. تایپ 3ش کلاس اول مالکولوژن با کراسبایت تقدمی است. کراسبایت ما شما می فهمید که در مجموع تمام دندان ها در حالت نرمال مگزیلا باید منجیبولار تحت پوشش خود قرار بده. هرگاه می حالت برعکس باشه ایده ما به نام کراسبایت یاد میکنیم. مثلا مندیبولا دندان های مندیبولا مگزیلا را پوشش بده که میتونه در قدام باشه. اگر در قدام بود ما کراسبایت قدامی میگیم، اگر در خلف بود کراسبایت خلفی میگیم، اگر در یک سمت بود یونی لترال کراسبایت، اگر دو طرفه بود بای لترال. به این شکل تایپ 4 کلاس اول مالکولوژن با کراسبایت های خلفی است. قسم که 3ش قدامی بود ایش خلفی است. و تایپ 5 پنجمش هم حرکت میزیلی مولر اول دائمی از باعث از دست دادن دندان های قبل از وقت مولر دوم شیری. مثلا ما مولر دوم شیری را قبل از وقت از دست میتیم یا پریمولر دوم، که به جای مولر دوم شیری شما میفهمید که پری مولر اکسترکشن میکنه. این مولر ها باعث از این میشه که یک میزیلی درفتنگ بکنه یا یک حرکت میزیلی بکنه که به این شکل است. این یکی از کلاسی های بی نظمی را بر ما و شما ایجاد میکنه. و دیویز کلاس سیرم به سه تایپ دیگه جداگانه تقسیم کرد. که تایپ اولش گفت که هرگاه فکولوی و صوفی به صورت مجزا دیده شوه، یعنی تنها تنها شما فکولوی و صوفی را که مطالعه کنین تمام دندان ها بسیار نرمال در موقعیت خود قرار می داشته باشه. اما وقتی میگی مریض دندان های تو بستک و بستک میکنه به شکل ایج تو ایج میشه یا نوک به نوک قرار میگیره، که ما گفتیم دولت نرمال باید مگزیلا مندیبولا را بپوشان، اما ای نوک به نوک قرار میگیره. که یک کلاس اولش تایپش است. در کلاس سه تایپ دومش دندان های انسیزور مندیبولا کراودینگ می داشته باشه در مندیبولا و یک لینگوال ریلیشن را رابطه با انسیزورهای مگزیلا نشان میده. لینگوال ریلیشن به این مانا که دندان ها کراودینگ داره. وقت مریض دندان های خود بسته میکنه، این دندان ها در قسمت های سنگولوم دندان های فکولوی تماس پیدا میکنه. در تایپ 3ش دندان های انسیزور مگزیلا کراودینگ داره و در یک ریلیشن کراس بایت نظر به انسیزورهای مندیبولا قرار میگیره. به این معنا که یعنی مندیبولا دندانایش پیش برآمده می باشه، راست است، لیول آلاین است، اما دندانای مگزیلا که کراودینگ می داشته باشه این به طرف خلف قرار میگیره. بنان دیویز ای بر کلاس سه سه تایپ به معرفی گیره و در کلاس اول هم پنج تایپ که ما شما مورد مطالعه قرار دادیم. تصنیف بندی مالکولوژن نظر به دندانای قدامی است. نظر به دندانای قدامی هم ای بربار اول در سال 1983 توسط British Standard Classification of Incisor Relation یا BSCIR که یک کمیته بود یاد میشه به اساس رابطه کنار انسیزل دندانای انسیزور سفلی امرو با شیپ دندانای انسیزور اولوی که در تماس قرار میگیره با هم دیگر. به اساس از امی رابطه مالکولوژن بازم یا به سه گروپ تقسیم کرده. ببینین سطح انسیزل دندانای قدامی فک سفلی و قسمت سنگولوم و دندانای قدامی فک علوی نظر به ارتباط ازیا به سه کلاس تقسیم کردن. کلاس اولش گفتن که کنار انسیزل دندانای قدامی سفلی بلا فاصله در تحت سنگولوم دندان های سنترال علوی قرار میگیره که تقریبا یک حالت نرمال گفته میشه. وقتی که مریض دندان های خود بسته میکنه مگزیلا مندیبولا را میپوشانه، سطح انسیزل دندان های مندیبولا در قسمت سنگولوم یا سمت پلاتل دندان های فک علوی قرار میگیره. کلاس دومش کنار انسیزل دندان های قدامی سفلی در خلف سنگولوم دندان های سنترال علوی قرار میگیره که ای باز دو دیویژن می داشته باشه. دیویژن یک داره و دیویژن دو. در دیویژن یکش سنترالا بسیار زیاد پروکلاین می باشه یا پروکلاین به این مانو یعنی پیش برآمده می باشه بیش از حد زیاد و مریض اوورجیت بسیار شدید می داشته باشه. و در دیویژن دوش دندان های سنترال علوی برعکس تمایل به طرف پلاتل می داشته باشه که ایره ما به نام رتروکلاین میگیم، یعنی دوباره به طرف خلف رفته. در این حالت ها در گوفرجت کاهش پیدا میکنه. و کلاس 3ش از کنار انسیزل دندان های قدامی سفلی در قدام سنگولوم دندان های سنترال علوی قرار میگیره که در این حالت هم تقریبا اوورجت معکوس می باشه یا اصلا موجود نمی باشه. پس این کمیته که به نام British Standard Classification of Incisor Relation بود ایران به نظر به ارتباط انسیزورهای فک سفلی همراه با سنگولوم دندانهای فک علوی به سه کلاس بر ما شما این دندانها را تقسیم کرد. و بالاخره تقسیم بندی دیگه
اسکلت المالوکلوژن است که ما در درسای قبلی خود ما خوانده بودیم که یکی ما مالوکلوژن البته در بود و مودی داشتیم، در بود افقی داشتیم و نه از نظر اسکلتال داشتیم، که از نظر اسکلتال ما گفتیم مریضایی که مشکلات اسکلتال می داشته باشه یا را با ارتدنسی تنها با تداوی های ارتدنسی بسیار مشکل است که ما یا را تداوی کنیم و یا نیاز به ارتگناتیک سرجری یا همزمان جراحی هم را با ارتدنسی می داشته باشه. این یکی از مشکل ترین میتود های تداوی است و تا هنوز جراحیش در افغانستان به حساب معمول نیست. دیگه یک ذره مشکلات ما شما می داشته باشه، ما مریضایی که بعضا ما تشخیص درست نمی کنیم که واقعا دنتو الویولر است یا اسکلتال است و تداوی از زیر شروع می کنیم، مشکلات اسکلتال تنها با ارتدینسی نتیجه کم می ده، نتیجه زیاد قناعت بخش نمی داشته باشه. به با او خاطر ما باید تشخیص خود بسیار زیاد محتاط باشیم. این مالوکلوژن ها معمولا سبب غیر نرمال بودن اندازه فکین، موقعیت یا رابطه مگزیلا و مندیبولا ایجاد میشه که ممکن این در سه پلان، یعنی پلان افقی باشه، در پلان عمودی باشه و یا ای که در پلان ساجیتال باشه. یعنی در پلان عمودی ممکن این دندان ها اوپن بایت باشه که دندان ها با هم دیگر نرسه، ممکن در پلان افقی دندان ها در کراس باشه، ممکن در پلان سجیتال هم به می شکل از قسمت میدلاین یا تغییرات داشته باشه که در سه پلان ممکن مشکلات موجود باشه که ما در هر پلان این مورد مطالعه قرار می دیم. در پلان سجیتال این کلاسفیکیشن به سه شکل تصدیم می کنیم. در کلاس اول این یک کلاس نرمال است و مگزیلا و مندیبولا در یک هماهنگی نرمال نظر به هم دیگر قرار داره که در هر دو بود، یعنی هم مگزیلا به شکل نرمال مندیبولا را پوشانیده و هم خط مدلینشان درست می باشه. در کلاس دویش مگزیلا پیش برآمده است و قدامتر نظر به مندیبولا دیده می شد، مثلا در ایالت ها اوورجت بیشتر می باشه. و در کلاس سیش هم مگزیلا عقب رفته و خلفتر است نظر به مندیبولا، که تقریبا عینن مثل کلاسفیکیشن انگل است که ما شما در دندان ها هم همچه حالت خوانده بودیم. این حاله در صورت که مشکلات سکلیتال هم باشه ما این سه کلاس هم ممکن نزد مریض مطالعه بکنیم. ببینید یکی از تصویرها یا مثال های کلاس سه اسکلتال در نزد از این مریض است. ببینید مندیبولاش اگر از یک جنب ببینید مندیبولا بسیار پیش برآمده است و مگزیلا به طرف داخل رفته است، در حالی که حالت نرمال باید ای به این شکل نباشه، برعکس باشه. اینجا تصویر پایینشان میبینید مگزیلا بسیار زیاد پیش برآمده است و مندیبولا داخل است، یعنی حالت برعکس است، در حالی که حالت نرمال باید مگزیلا مندیبولا را بپوشانه. این قسمت عکس از جنب از یک پروفایل جنب گرفته شده، این هم قسمت داخل جوف دهن، این اکستراورال از پروفایل خدامی گرفته شده، این هم از دندانایش است و این هم دولت تقریبا لبخند شما میبینید و یا امو رادیوگرافی هایش است که معمولا از این رادیوگرافی های CBCT یا سفلومتری در ایتالت ها ما شما استفاده میکنیم تا ای که تشخیص دقیق تر داشته باشه. کلاسفیکیشن فانکشنال مالوکلوژن ما شما داریم یا مالوکلوژن های وظیفوی. مالوکلوژن های وظیفوی از نظر وظیفوی ممکن در یکی از اشکال زایل باشه که چند شکل شده. اینجا ما مورد مطالعه قرار میدیم. اولش پریماچور کانتکت آف تیت است. پریماچور کانتکت آف تیت به چی مانا؟ به این مانا که بعض دندان ها ممکن از بسیار زود نسبت به دندان های دیگه یک تماس غیر نرمال امرو به دندان های مقابل خود انجام بده یا ایجاد کنه، که وضعیت به نام پریماچور کانتکت یاد میکنه. قسمی که در این ساحه میبینین مثلا در این ناحیه دندان کنین تنها دندان کنین تماس هم را با دندان اویوش داره، اما قسمت های دیگه با هم دیگر تماس نمی داشته باشه. این حالت واقعا آزار دهنده است به مریض، با وجود که بافتش درست نمی باشه، مشکلات در جویدن یا می داشته باشه، یک صدای بسیار ناراحت کننده را مریض احساس میکنه و همچنان از خاطر که قوا بالای از یک دندان متمرکز میشه ممکن یک پریدنتیت بسیار شدید به تایی دندان و به مرور زمان سبب لقی از دندان میشه. بنان یکی از انواع فانکشنال مالوکلوژن ها پریماچور کانتکت آف تیت است که ایره شما بسیار به سادگی وقتی که تشخیصش کنین امرو با مثلا که یک کراون شما اصلاح سازی میکنین پیپر پوینت یا رو میمونین یا مریض تمرین میتین تا یک پریماچور کانتکت هاش
برطرف شود. دوم فانکشنال مالکولوژن اما فانکشنال انترفرنسس یا مداخله وظیفوی یا تداخلات وظیفوی به طور نرمال حرکت منیبولا توسط مفصل TMG و عضلات کنترل میشه. بنان وقتی که تغییر در وظایف نرمال یک مفصل ایجاد میشه، از خاطر از این سبب امیگریشن یا مهاجرت دندان در مسیر غیر نرمال حرکت میکنه. شما میفهمین که خود اوکلوژن یا بافت تمام کنترل از این مربوط به خود TMG و عضلات است. وقتی که مشکلات در TMG و عضلات ایجاد میشه، دندان مجبور میشه که حرکات خود یا هدایت خود دیگه از TMG نگیره، بنان به یک سمت غیر نرمال یا روان میشه که ممکن مشکلات زیاد در نزد مریض ایجاد بکنه. دیگه مندیبولار دیسپلیسمنت است یا بجا شدگی مندیبولا که ممکن ای بجا شدگی به طرف قدام باشه، به طرف خلف باشه، به طرف جمع باشه، به طرف علوی باشه و یا ای که به طرف سفلی باشه. در تمام از این بجا شدگی یا بجا شدگی قدامی در بجا شدگی قدامی وظایف نرمال مفصل از مفصل نرمال بوده و وظایف خود به شکل درست پیش میبره، اما دیگه در تمام انواع بیجا شدگی بالاخره کارکرد وظیفوی مفصل و عضلات غیر نرمال میشه و یک حالت واقعا زجر دهنده و مشکل برهم خوردن بافت یار در نزد مریض ایجاد میکنه. یعنی در تمام بیجا شدگی قدامی، خلفی، جنبی، علوی و سفلی در حالت قدامی مریض میتونه که بازم به شکل نرمال بافت یارش ادامه بده، اما دولت های دیگه دیگه ای امکان نمی داشته باشه. کلاسیفیکیشن دیگه که در مورد مالکولوژن است به نام سیمونز کلاسیفیکیشن است که این کلاسیفیکیشن میتونه در بود قدامی، خلفی، مستعرض و یا عمودی واقع شوه. این دانشمند تصنیف بندی مالکولوژن در ابعاد مختلف بر ما شما مطرح کرد که خود رابطه قوس دندانی در پلان های مختلف که شما در آناتومی خواندین، مثلا پلان میدساجیتال است، پلان کورنال است و پلان مستعرض است، به می شکل ایان بر ما در پلان های مختلف نظر به پلان های مختلف اوکلوژن بر ما شما تصدیب بندی کرد که ما هر کدام از این مورد بس قرار میتیم. اول میایم در مورد فرانکفورت پلان یا ای پلان به نام پلان هارزنتال یا به نام پلان افقی هم یاد میشه که شما اگر در اولین درسای آناتومی تان به یاد داشته باشین، نظر به ای پلان افقی وقتی که ما یک قسمت از وجود یا یک ساختمان آناتومی که به دو قسمت مساویانه تقسیم میکردیم، نظر به این خط قسمتی که از این خط پایین تر قرار می گرفت و ما به نام سفلی یا انفریور یاد میکنیم و از این بالاترش به نام علوی یاد میکنیم. این در بخش دندانم به می شکل ما سه کلاسفیکیشن ها داریم. این پلان برای تصمیم بندی مالکولوژن در پلان عمودی به کار میره و دو اصطلاح به خاطر بیان رابطه غیر نرمال دندان ها با این پلان استفاده میشه. البته ای پلان ما چطور رسم میکنیم؟ ای پلان شما توسط یک خط فرضی از اتصال مجرای علوی سم خارجی یا اکسترنی آدیتور میاتوس تا به قسمت کنار سفلی چشم ایره ادامه میتین. ببینین کنار سفلی چشم از قسمت اکسترنل آدیتور میاتوس یک خط فرضی را شما رسم میکنین. اینال وقتی که ای خط ببینین در اینجا ما برتون نشان میتم، این از قسمت سم خارجی تا به قسمت سفلی، low spines of the orbit، پایین ترین قسمت چشم تا به external auditory میاتوس یک خط مستقیم شما وصل میکنین. وقتی که مریض دندان خود بسته میکنه و پلان اوکلوزالش اگر نظر به ای به حساب از ای زیاد دور بودک ای را به نام attraction یاد میکنیم و زمان که قوس دندانی به قسمت ببخشید اگر نزدیک بود اترکشن، اگر دورتر از حالت نرمال ای پلان قرار بگیره به نام ابترکشن یاد میکنیم. قسمه که ما در آناتومی عمومی هم برتان مثال از زیر دادم. و پلان دومش به نام اوربیتال پلان است که ای پلانم پلان عمود بر امی پلان قبلی یا فرانکفورت هارزنتال پلان است و مستقیما از کنار جو اوربیت و تحت پاپیل چشم ای ترسیم میشه که ایجا از قسمت کنار اوربیت، ببینین این کنار اوربیت است و از تحت پاپیل یا همی پاپیل های چشم ترسیم میشه. به اساس سیمون خط باید سلس دستل دندان کنین علوی عبور کنه
که به شکل عمود ما شما عبور کنه و ایره به نام سیمونز لاو کنین هم یاد میشه. ای برای تشریح مالکولوژن در بود سجیتل یا قدمی خلفی به کار میره. قسمه که در اناتومی عمومی شما این پلان خوانده بودین، وقتی که ما شما به این شکل یک عضو را به دو قسمت مساویانه تقسیم میکنیم، اگر از این خط عضو به طرف قدام قرار میگرفت او رو ما به نام انتریر یاد میکنیم، اگر به طرف خلف قرار میگرفت او رو به نام پاستریر یاد میکنیم. حالا اینمی پلان شما به شکل فرضی در ناحیه جوف دهن یا در ناحیه دندان ها شما در نظر بگیرین. دولت نرمال اگر زمانی که قوس دندانی یا قسمت از این دورتر از این پلان قرار بگیره او رو ما به نام پروترکشن یاد میکنیم، که مثلا اوورجیت و یار مثال داده میتونیم. اگر قسمت از قوس دندانی به این نزدیکتر باشه ایره به نام ریترکشن یاد میکنیم، که در حالت حالت برعکس است، مثلا قوس دندانی به طرف داخل قرار میگیره. ببینین پروترکشن از این قوس که ما ترسیم کردیم قدام باشه، ریترکشن به طرف خلف باشه. و همی سجیتال پلان است که پلان هم بر تشریح مالکولوژن در پلان ترانسفرز یا افقی به کار میره. زمانی که یک قسمت یا تمام قوس از این پلان دور باشه ایره ما به نام دیسترکشن یاد میکنیم، و زمانی که قوس دندانی به این نزدیک باشه ایره ما به نام کنتراکشن یاد میکنیم. در میت پلاتل ساجور اگر در اناتومی عمومی یادتان مانده باشه، وقتی که بدن ما به دو نیمه مساوی یاد میکنیم، هر عضو که به این خط نزدیک میبود رو ما به نام میزیل یاد میکنیم، و هر عضو که به این خط دورتر میبود رو ما به نام دستل یاد میکنیم. این حال در قسمت قوس دندانی هم مثل پلانای دیگه ایره ایره ما مورد بس قرار میدیم. اگر یک پلان در قسمت قوس دندانی ما شما ترسیم بکنیم، در صورت که قوس دندانی به این پلان تطابقتش نزدیک باشه به نام دیستراکشن، اگر دور باشه به نام کانتراکشن یاد میشه. که در اینجا عرصه پلان بر ما شما رسم کردن میت پلاتل سچور بوده که قدامی خلفی بود و بالاخره ترانسفرس بوده. که در این تصویر هم شما میبینین سیمون کلاسفیکشن بود که اولش پلان هارزنتال یا به نام فرانکفورت پلان بود، که نظر به این قسمه که در تصویر میبینین اگر قوس نزدیک میبود به نام اتراکشن، اگر دور میبود به نام اپراکشن ما شما یاد میکنیم. اوربیتال پلان بوده که نظر به ای اگر قوس دندانی ما از این خط به حساب زیاد دور قرار میگرفت پروتراکشن، اگر نزدیک قرار میگرفت ریتراکشن یاد میکنیم. مید پلاتل ساچور که به مشکل ایره به نام نظر به ای کنتراکشن و دستراکشن ما شما یاد میکنیم. و بالاخره کلاسیفیکیشن دیگه که توسط دانشمند دیگه به نام اکرمن پروفیت به نام پروفیت سیستم کلاسیفیکیشن هم یاد میشه، در سال بربار اول در سال 1960 یک تصدیب بندی را بر ما شما معرفی کرد که مالکولوژن به خاطر غالب شدن به محدودیت های تصدیب بندی انگل پیشنهاد کرده، که یعنی این تصمیم داشته که دیگر کلاسیفیکیشن ایزی کلاسفیکیشن انگل دیگه کاملا از بین ببره. اما کلاسفیکیشن انگل تا هنوز هم بر ما قابل استفاده است و اکثریت دکترها از این کلاسفیکیشن استفاده میکنه. خب در پروفیت کلاسفیکیشن هم که سی کلاسفیکیشن داشت، کلاس اولش علاوه بر روابط قدامی خلفی روابط عمودی و مسترز باید در نظر گرفته شد، و البته این برخلاف انگل بوده که باید انگل با وجود که در مورد کلاسفیکیشنش در مورد رابطه قدامی خلفی بود، باید رابطه عمودی را و رابطه مسترز هم در نظر بگیره. دو کراودینگ و عدم تناسب قوس ها باید ارزیابی شوه، که مثلا اگر دندان ها بیش از حد زیاد کراودینگ داره در کلاسفیکیشن انگل ما او رو مشخص کرده نمیتونیم. سه پروتروژن دندان های انسیزور ها باید در نظر گرفته شوه، که اگر دندان ها بیش از حد زیاد پروتروژن داره ایره بدون از اینکه ما در کلاس دو مورد بس قرار میدیم باید درجه ازی تثبیت شود که تا چی اندازه را پروتروژن می داشته باشه. این نظر به تمام از این مشکلات بالاخره ای بر ما پنج مشخصه را برای تشریک تصمیم بندی پروفیت معرفی کرده، که در ستپ اولش که به نام الائنمنت یاد میشه، این مرحله شامل ارزیابی الائنمنت و سیمتری قوس دندانی است. الائنمنت ببینیم زمان که دندان کراودینگ نداشته باشه و در بود عمودی منظم بالای همدیگر قرار بگیره ایره ما میگیم به نام الائنمنت. هرگاه دندان ها در بود افقی یعنی کراودینگ نداشته باشه، کجوج نباشه و منظم بالای همدیگر قرار بگیره ایره ای دندان ها رو ما بنابرای لیبلینگ یاد میکنیم. بنان
پروفیت توصیه کرد که در ستپ اول کلاسیفیکیشن ما شامل مرحله الائنمنت است که در مانای ما باید الائنمنت داشته باشه و سیمتری که تناظریت داشته باشه. قوس دندانی ما باید اگر نظر به خط میدلاین رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم باید سیمتری یا تناظریت داشته باشه، یعنی یک سمت کم و یک سمت زیاد باید نباشه. با می شکل ایدیال و کراودد و سپیسز باید مشخص شود. استپ دویش در این مرحله شامل ارزیابی دقیق پروفایل است که میتونه پروفایل مریض کنکیف به شکل محدب یا کنوکس به شکل مقعر و یا که به شکل استریت یا مستقیم باشه. ببینید این مریضایی که هر یک از این کلاس ها را می داشته باشه، اگر شما پروفایلش از یک جنب ببینید یا پروفایلشان به شکل محدب است، یعنی مگزیلایشان پیش برآمده است، یا به شکل مقعر است مگزیلایشان پیش داخل رفته است، یا ای که به شکل استریت یا مستقیم است که معمولا در کلاس اول استریت می باشه، در کلاس دوم کنکیف یا پیش برآمده است محدب است، و در کلاس سه هم کنوکس برعکس می باشه. در تایپ سه رابطه ترانسورس یا ارزانی اسکلیتی و دندانی را ارزیابی میکنه که در این حالت ها توصیه کرد که ما باید کراس بایت نزد مریض مشخص بسازیم، مثلا بوکال کراس بایت است، مثلا پلاتال کراس بایت است، و یا کراس بایت های دو طرف است یا یک طرف است. کراس بایت ها ما براتون گفتم که حالت است، مثلا دالت نرمال وقت مگزیلا باید مندیبولا رو بکشن، اگر همی حالت برعکس میشه بازی رو ما به نام کراس بایت یاد میکنیم. و بالاخره در کلاس چارش که در برگیرنده رابطه سجیتال است و تصدیب بندی کلاس یک دو سه مالکلوژن انگل شامل میشه. اما سه کلاس را که ما در تصدیب بندی انگل مورد مطالعه قرار دادیم، ای شامل استپ هر سه کلاس انگل شامل استپ چار پروفیت میشه. و استپ فایفش هم باید دیپت بوده که ای در بود عمودی مورد مطالعه قرار داد، مثلا در بود عمودی برای ما ایره نشان میده که آیا دندان ها اوپن بایت است، آیا دندان ها دیپ بایت است، اگر اوپن بایت است چند میلی است، اگر دیپ بایت است چند میلی است، که جمله نواقصات بود که اصلا ما در کلاسفیکیشن انگل ایره مطالعه نکرده بودیم. ببینیم اینجا این استپ پنج بر ما نشان میده یا دندان ها به شکل اوپن بایت می باشه که پیکی دیگر نمیرسه، یا ای که بیش از حد زیاد به شکل دیپ می باشه. این ببینین این استپ سوم ماست که دندان ها در کراس می باشه. ببینین یک لیول و الائن خوب نمی داشته باشه. اینجا ببینین بر ما کراس بایت نشان داده. در یالت ها ممو کلاسفیکیشن استپ چهارمش بود که کل کلاس های انگل بر ما شما نشان داده. ای خوبترین کلاسیفیکیشن از پروفیت بوده که ای بعد از رد ساختن یا ایجاد مشکلات در کلاسیفیکیشن انگل کوشش کرد که ای کلاسیفیکیشن بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، اما متاسفانه نشده. ببینید دنت فشل اپیرنس اسیمتری و سیمتری و اسیمتری رو در استپ اول با ما نشان داد، در استپ دومش هم انترارک الائنمنت و اسیمتری رو نشان داد، در استپ سیومش هم ترانسفرس بودن که سکلتل یا دنتل است ای است، در استپ چارش هم در بود سجیتل به می شکل که سکلتل است یا به شکل دنتل است، و در استپ فایفش هم با ما اوپن بایت و دیپ بایت یارا مورد بحث قرار داد. ای بود ختم فصل اکلوژن و مالکلوژن ها را که ما در این فصل مکمل تصیب بندی های مختلف از دانشمند های مختلف در مورد اکلوژن و مالکلوژن مورد بحث قرار دادیم. بنابراین شما با مطالعه کردن دقیق از این فصل میتونین که در کارهای کلینیکیتان از هر یک از این کلاسفیکیشن رو استفاده کنین، اما بیشترین کلاسفیکیشن که زیاد مروج است و دکترها استفاده میکنه از امو انگل کلاسفیکیشن است که بازی کلاس های دیگر هم زمیمش میسازه. تا درس بعدی که بازم در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. تا حتی عباداتتان قبول باشه، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. موفق و کامگار باشین. در صورتی که هر مشکل باشه سوال داشته باشین، در گروپ منتظر سوالاتتان میباشم. خداحافظتان، موفق و کامگار باشین.